شادی روح شیخ شهید آیت الله شیخ نمر باقر آل نمر که به دست آل سعود جنایتکار به شهادت رسید و مجلس به یاد بود آن شهید بزرگوار برگزار شده است اجماعا صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ای ساربان آهست ران آرام جان گم کردم ای ساربان آهستران آرام جان گم کردم در میهمانی خدا من میزبان گم کردم ای وای زین غوغای دل از دل برم هستم خجل وقت سفر موندم بگل من کاروان گم کردم گرد برم آید زرا پایان رسد شام سیاه امام زمان یک هفته دیگر گذشت و بازم تو نیامدی آقا جان گر دل برم شام سیاه دنبال یک نیمه نگاه روح و روان گم کردم یا بنام
يا ابن الحسن أي كاش يا رب آيدو إقبال بر من رو کنم دردم به سینه مانده و من هم زبان گم کردم مولا جان امام زمان سائل ولی مزدر منم چون طفل بی مادر منم مرغ شکست پر منم که آشیان گم کردم یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن تو آگهی از من شهام کردم وفا در دشت سوزان بلا من سایبان گم کردم جمله آخر منه شالله قلب های همه متصل بشه به وجود نازنین امام زمان مولا جان بنوشتم این نامچنین سویت فرستم محجبین بنوشتم این نامچنین سویت فرستم محجبین اما بیا بختم ببین نام رسان گم کردم یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن مظلوم ابا عبدالله را صلواتی ورزشکارها هر چند وقتی یک بار خود وزن کشی میکنند شب مسابقه هم که شب روز مسابقه هم بشه اینا مجبورن وزن کشی بکنن درست است؟ در بوکس باشه در خیلی ورزش های دیگه باشه که مبنایش وزن است باید وزن کشی بکنن اگر وزنش درست نباشه اضافه وزن داشته باشه یا تا کمبود وزن داشته باشه از مچ خارج میشه ماها خوب است ما و شما هم بعضی وقتها در عمر ما بیشنیم وزن کشی بکنیم روح خود را روان خود را جابر ابن عبدالله انصاری آمد خدمت امام صادق
خدمت امام باقر هم درک کرده، امام صادق هم درک کرده. امام باقر به جابر فرمود، جابر میخواست وزن کشی بکنه، میخواست محاسبه کنه که من چقدر وزن دارم در نزد خدا. و ترازوها مختلف هست بگن. امام باقر صلوات الله علیه به جابر ابن عبدالله انصاری گفت یا جابر اگر میخوایی وزن کشی کنی خود ببینی چه قدر قیمت داری، کجای عالم قرار گرفتی، اعرض نفسک علی کتاب الله. گفت بهترین وزن، بهترین میزان، بهترین شاخص قرآن است، خودت را با قرآن وزن بکن. در قرآن کریم اگر دقت بکنیم جاهای مختلف برای ما ترازو گذاشته، برای ما جدول گذاشته، برای ما چارچوبات گذاشته. خودتون وزن بکنید. اول سوره مبارکه مؤمنون شروع میکنم، میگم آقا اینا رو بگیرید، یک جدول، یک فرمول، با این فرمول خودتون وزن بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون و و و اینطوری داره صفت میده، شرط میگه، برنامه میگه، میگه ببین تویی که ادعا میکنی مؤمن هستی. قد افلح المؤمنون، مؤمنان اینا هستن. در آخر سوره مبارکه فرقان یک ترازوی دیگه گذاشتن، و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. همینطوری در حداقلش 10-15 جای قرآن ترازو گذاشتن، به روی ترازو قرار بگیر ببین چند مرده حلاج هستی، چند تا صفت ایمانی در وجودت هست. 40 سال عمر کردی، 50 سال عمر کردی، 60 سال عمر کردی، فرق نمی کنن. ببین چند تا صفت از صفاتی که برای مؤمنین خدا مد نظر قرار داده، زبانت به زبان مؤمنا میخوره، چشمت به چشم مؤمنا میخوره، این لقمه هایی که نوش جان میکنی به لقمه های آدم های مؤمن میخوره، یا فقط لقلق زبانت به مؤمن میخوره اما بقیهش به هر کسی میخوره جز مؤمن. این نقطه اول. ما ضرورت داریم، ما نیاز داریم بعضی وقتا وزن کشی بکنیم. ببینیم تا اینجایی که آمدیم، تا همین شب، شب جمعه 12 یا 13 ماه ینور سال 2016، اول ینور، خیلی از خارجی ها سالگرد تولدشان است، به حساب جنفری ترکی. افغان ها ارست و ایتاوزن زکستن. همه شما که گستگ داشتید، من شب مثلا سال نو در فیسبوک من بیش از 2000 نفر حال برکنامش به چه مقدارش تبرید بگوی ما رو برش میگه خود گیر نیاد نزیم نداشتی ما دیگه آمده خواست ارست سو ایتاوزن زکستن مثلا که گستگ حال برکنش مثلا من الگمان بسن برای خیام بدم. ببینید سال 2016 رسیدی چی دستت هست، واقعا دستت پره؟ الان مثلا بریم به ملکوت خدا. این جمله اول، این مقدمه است برای اینکه وارد بحث بشه. یکی از شرایط، یکی از اوصاف، یکی از نشانه های مؤمنین در کلام علی ابن ابی طالب علیه السلام در نامه 69 به حارث همدانی، من فقط یکیشه، یک نامه بسیار بلند بالایی است، نامه 69 نهج البلاغه، اینه حضرت خودش نوشته. در لنگن که بحث الان داریم ادامه میدیم، اونجا در اول بحث هست کردم، شاید دومین اثر مکتوب اخلاقی در تاریخ اسلام باشه، چون به قلم خدا آمده. اونایی که میگن مثلا در این مکتب، در این جریان، مثلا کتاب در حوزه اخلاق، در حوزه روانشناسی، حداقلش همین دومین نامه، اولش به امام حسن مجتبی داره امیر مؤمنان، دومینش همینجاست به حارث همدانی. در اینجا حدود 40 تا صفت را حضرت مطرح میکنه برای انسانهای مؤمن. یکیش این است که امشب خدمت شما عرض میکنم، با همین امشب خدا وزن بکنیم، با همین خود امشب بسنجیم. من شما خواهرها برادرها
چند درصد به این شاخص عیار هستیم و قرار گرفتیم. برای که نکته خوبتر فهمیده بشه، نکته دومی ارزمه را دقت بکنیم. زندگی همه ما و شما عزیزان بعضی وقتا دچار تضاد و تخالف میشه، یعنی جاهایی میرسیم که سر دورایی قرار میگیریم، بعضی چیزها با بعضی چیزها در تضاهم میشه، نماز صبح با خوابای زمستانی با شبای کوتاه در تضاهم واقع میشه، عروسی میریم لباس لوکس کت شلوارم اوتو زدیم، حالا مثلا کی دیگه خم و راست میشه مثلا سجده بکنه. وقتی کار تاکسیران ها دقت بکنم، مثال سر تاکسیران ها سر دو جگه حمله کنم، آقا مثلا وقت نماز اما تا یک افتراکی بسیار خوبش میه، از ویسبادن با کجا؟ با هامبورگ. خواب خیال خود بزنیم خیلی دیگه، آقا رفت و برگشت دقل میشه مثلا چند بگویم؟ قیمت شما خبازه 700 یورو که دقل میشه اگر اون ویگ نریم نیم؟ اگر اون ویگ نریم خلاصه طرف از حال برلین نباریم بنازوی برلین مثلا بعضی ها هستن دیگه اون ویگ میرم تاکسی فارو اگر خدای تخصصی کنم بنا اون ویگ خلاصه چون ایام ولادت امروز روز ولادت شاه عبدالعظیم حسنی بود، پس فردا روز ولادت حضرت امام حسن عسکری پدر امام زمان است. یکم مجلس میخوام که تلطیف بشه صلوات بفرستید. اللهم صل علی شما در برابر یک تضادها قرار میگیریم، نماز با خواب، رضای والدین با هوا و هوس جوانی، در این تضادها در این لحظه ها جوهر انسان معلوم میشه. علی ابن ابی طالب بفرماید که ادعا داری خدا را دوست داری؟ قرآن کریم در چند جای قرآن میگه ادعا دارین که خدا رو دوست دارین؟ ببخشید معذرت میخوام، قرآن میگه نه شما دروغ میگین. در وقتی که تضاهم و تضاد و تخالف ایجاد شد بین خدا، بین اراده خدا، بین قانون خدا، بین حکم خدا، بین رضای خدا و پدر و مادرت کدامش انتخاب بکنی؟ بین خدا و قوم و قبیله کدامش انتخاب میکنی؟ بین خدا و حلال خدا و حرام خدا و خوشی فامیل. آقا مجلس مثال بزنیم، مجالس چون عینی و سبجکتیو است خیلی راحت کنی که میفهمی که من چی عرض میکنم. عروسی میدونی که عروسی پر از گناه است، از لحظه اولش که وارد میشی برات سیئه مینویسن، گناه کبیره مینویسن، زن مردم لچ ساد آواز بلند در بغلم، بعد از عروسی ها بارم باز سر میزی که تو نشستی تو شراب نمیخوری ولی پهلوفن رفته بیرون پایین بغل موتر سر خود داغ کرده، بوی کثیف شراب از دهانش میزنه بیرون و تو اینو حس میکنی و بعد به خاطر صله ارحامه و در دل مردم چیزی نگرده میشینی دیگه، خیر از دیگه خواهی که نشوی رسوا. آقا من از این مجلس برایم دیگه، خب خیر است دیگه، دیگه هم خدا و هم خرما دیگه، کمک حال خیر است دیگه، ما دیگه حالا دیگه قدر نماز بخونه قدر کمک هم دیگه عشق و حال بکنیم دیگه، کم ما عشقی هم خواستیم دیگه، باز عشق هم که عشق پیری چون سرزنت سر به رسوایی کشن. بی بی آجی پنج مرتبه حج رفته، شش مرتبه حج رفته، آجی صاحب مثلا سرش سفید شده، عروسی آقا مثلا این جوان تحت تسلط غریزه و شیطان قرار گرفته، تو دیگه چی؟ قدم پای اسرائیل مگه نمیشنوی؟ ما بارها عرض کردیم نشستن در این مجالس حرام است، اراده خدا، رضای خدا، ملکوت خدا، بهشت خدا، اینا مهمتر است یا نشستن در داخل یک جلسه عروسی که از اول تا آخرش حالا بلا که عروسی رو بکنه، جلسه ای که غیبت هست، نشستی صبح تا شب بحث سیاسی، نشستی لح و لعب، پر غیبت که نیست، لح و لعب چرت و پرت گفتن، همین بحث سیاسی میشین ها یک ساعت دو ساعت طرف از این که مثلا عربستان چی کرد و سعودی چی کرد و ایران چی کرد و امریکا چی کرد و سوریه چی، ها
دو ساعت، سه ساعت بحث سیاسی نماز میگذره، ذکر خدا بر زبانش جاری نمیشه. چهار ساعت آقا مگه تو رئیس جمهور ایران هستی؟ آقا مگه تو پادشاه عربستان هستی؟ خب تو رو چی بحث سیاسی؟ تصویر بگیر بگو سبحان الله سبحان الله سبحان الله. آقا بحثای سیاسی که الان ما شما در چارش هست مصداق بارز لهوله ایب هست، نه سود دنیا داره نه سود آخرت داره، نه تو نماینده پارلمان هستی، تو هیچ کاری عالم هستی نیستی، تو یک آزور، تو یک پناهنده، تو یک مسلمان در بدن بی وطن، ایرانی هستی یا افغانی هستی، شیعه هستی یا سنی هستی، همه که در آلمان هستی بدن که تو در بدن هستی، تو ایرانی در سرزمین خودت نیستی، تو افغانی در سرزمین اصلی آبایی و اجدادیت نیستی. و دلیلش همیست که ما عمر خود را، زندگی خود را، رهبرای ما، رهروای ما به لهو و به لعب و به غفلت سپری کردن، نمیخواهیم متذکر بشن. حالا گیره بودیم آقام چی بگم؟ قرآن میگوید، علی ابن ابی طالب میفرماید علیه الصلاة و السلام، لا تجد قوما یؤمنون بالله و رسوله. یک آیه کل عرض میکنم، قل ای پیغمبر به این مردم بگو، این ترازو رو کسیشون قرار بده، امکان آباؤکم، اگر پدرت که خیلی بر ما محترم است، مرز کرده میره بارا میگم به خاطر جمله و یک کلمه از زبان شما از عربیات شما نره، بلی همین منبر چند بار گفته، یکی از زیباترین کلمات اوصاف در ادبیات ما در افغانستان نسبت پدر است در هیچ جای دیگه نیست. او کدام کلمه است؟ ما از بس پدرهای خود دوست داریم، ما به پدر خود میگیم قبلگاه، قبلگاه. این ترجمه قرآن دیگه، قرآن جو دستور میده میگه ای مردم توحید داشته باشین، خدا را بپرستین و به والدین احسانا، یعنی بعد از بحث توحید و قبله برافاست احترام به والدین میگه. همین خدا میگه، میگه همین پدر که باید قبلگاهت باشه. اگر همین پدر آمد تو رو وادار به حرام کرد، او و ابناکم بچی، بعضی وقتا واقعا اولادام مایه بیچارگی انسان میشه، اولاد است بچه بابر طرف میبره، او و اخوانکم برادرا و ازواجکم، شوهر دست زن خودش میبینه میره مجلس گناه، زن دست شوهر خودش میگیره میره در مجلس گناه، و عشیرتکم اگر دیدی عشیرت قومت قبیلیت تو را جاده اقتدار خارج میکنه، پشتون بودنت، هزاره بودنت، سید بودنت، قزلباش بودنت، ایرانی بودنت، افغانی بودنت، او عشیرت کن و عشیرت کن. تو مثلا با قوم پرستی و ناسیونالیزمت از توحید، از الله، از خدا دور میشی. تو ما دیم در افغانستان دیگه طرف میگامه که مثلا قوم هاییم داره به جهالت و به ظلم، خیر به قوم هست دیگه، اما یک قوم باید استاد بشه، باید با توحید استاد بشیم، باید با عدالت استاد بشیم، نه پای ایران استاد شویم، نه پای افغانستان، نه پای عربستان، پای عدالت استاد شویم، پای حق بیستیم. و عشیرت کن، اگر عشیرت و قومت با خدا درگیر شد، با ارزش‌های ایرانی درگیر شد، و اموال نقترفتموها، مالی که جمع کردی، حالا یک نگاه میکنیم پای منبر، آقا یک پنجمش بگه مال امام زمان است، یا الله من 500,000 یورو دارم، این 100,000 بدون به امام زمان مگه میشه؟ بله باید بشه. آقا 100,000 یورو دارم، 20,000 یورویش مال تو نیست، اصلا توی جایی تصرف درش نداری. و اموال اقترفتموها، اموالی که جمع کردی، اموالی که جمع کردی یک پنجمش مال تو نیست، مال بیت المال است، یه حکم خداست. خب مسلمانی که بدون خمس وجوهات نمیشه، والله بالله تالله یهودی ها و نصرانی ها در دین خود بر بعد از مسلمان ها متدین ترن. این مثال ده من گفتیم، بارم تکرار میکنم، تا اون روز که ما این میزان عوض بشه، همین ایالتی که شما زندگی میکنن این ایالت نامش هست هسن، درست است؟ هسن مرکز افنگیلیش کیش است، یعنی پروتستان ها افنگیلیش مرکز عمده قدیش هم اینجاست. سال 1,000,000,000 یورو میدونه چی میگم؟ در هسن
افنگریشه کیرشه سال 1 میلیارد یورو از اشتویار میدگریدای خود سبزن میکنن. یعنی افنگریشه در ایالت هستن اونقدر متدین هستن که در سال 1 میلیارد یورو به کلیسای خود میدن تا شفاخانه درست بکنن، تا کلیساها را آباد بکنن. شما در ایالت هستن یک دانه کلیسای کرایی پیدا نمیکنید. پیدا میکنید؟ بین در تمام حسن بگردین مسجد امام حسین خب کرایی زگه. من این جمله رو خیلی جای گفتم، اونا صاحب مسجد شدن. این رو میگم تا نوبت های بعدی آماده بشین، تا در ویسبادن هم شما دیگه از کرایه خارج بشین صاحب یک مسجد بشین انشاءالله. آقا سال 1 میلیارد یورو دادن نشانه تدینه، نشانه بیدینی. مردم دین خود دوست دارن، کلیسای خود دوست دارن، کلیسایی که شفاخانه درست میکنه، کلیسایی که کاریتاس میزنه، پناهنده را میره در داخل های ما و در داخل ها؟ اینا پولایی یا اون کلیسا هم اون اشتویره است که میرن دیگه، که بعد با موتر کلیسا می داخل های نصف شب روز مهاجر را میبره بازار این طرف او طرف، بچه های جوان را بازمار داخل دیسکو آب ساز هم تیر بکنین در اهداف مختلفی که دارن. چی میخوایم بگویم؟ میگن اگر بین مالت و پدرت و مادرت و لذت های حلال و حرام خودت و تجارتن کسبت کاسبی عرض کردم در همون لحظه مثال از دست ما نره، همون لحظه ای که افتراک برد میایه 700 یوروی 600 یوروی از اون طرف هم ساعتت تلفونت الان الحمدلله همی ایپا خیلی کمک میکنه، همی ایپا رو کشش نره، همی تلفونات فعال باشه اکتیو باشه، همی ایپایی که اذان داره تو میبینیم مثلا الان ساعت 12:25 است، الله اکبر الله اکبر، خودم تو رو دعوتت میکنه که تو باید مدرد توقف بدی الان برو پادر اگه آسفارت بدنی در پارکینگ بری در نزدیکی مسجد بری بغل سرک استاد بشی یک جایی که مزاحمت برای کسی نشه، خیلی جایی زیاد است پارکینگ ها برای همی هست، الله اکبر نمازت بکنی. در اون لحظه ای که بین یک آفتراگ 700 یورویی آقا برش بولا بدست ده یورویش هم باشه ما نماز اول وقت نمیخونه، افسدیش خوبان افسدیش خوب باشه باز برای خدا چی میگه ام خدا صاحب خیر من تو می افسدی رو میگیرم با نماز قضا میکنم بعد پیجاش رو بر مسجد میبرم. اصلا خدا قبول نداره ادبیات قرآن میگوید میزان محبت خدا، میزان ولایت خدا، میزان بندگی خدا، میزان اثبات کردن ترازوی ثابت کردن که ما چند درصد خدا رو دوست داریم همینجاست. زمانی که خواب باشی و اپلی کوک کردی همین کار بکنید، در تلفون همه کار رو بکنید، مثلا در زمستان او را مثلا رقم کوک کنید که 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 15 دقیقه پیش 15 دقیقه پس اکتر را مرتن ویدئو رو بکنه تکرار بکنه به شاید براتون بگه وقت نماز شده، چون که مسجد نیست که شما از آن مسجد بشنوید، از همین تکنولوژی ها ساعتان رو کوک بکنید، تلفون هایتان رو کوک بکنید که به وقت نماز بیدار بشین. در روز سر کار هستی ناخودآگاه اپت کار میکنه فعال میره اکتیوین میشه که حی علی الصلاه. این اولین سخن نشانه محبت خدا، نشانه ای که ما مؤمن هستیم و به الله علاقه داریم در تعارض ها و تزاحم ها بین خواب و نماز، بین عروسی و احکام خدا، بین لقمه حلال و بین لقمه حرام، اینو در اونجا خدا رو انتخاب بکنیم، رضای خدا رو انتخاب بکنیم، در اونجا دل خود متوجه خدا بسازیم، از خواب خود بیدار بشیم. ای بابا مثلا 12 ساعت خوابیدی بس دیگه، 8 ساعت خوابیدی بس دیگه، 5 ساعت خوابیدی بس است، طول نماز صبح چند دقیقه میشه؟ خیلی که خیلی طولش بدی نماز صبح چند دقیقه میشه؟ ها؟ 5 دقیقه. از اینا 2 دقیقه است. بعض نماز رو 2 دقیقه است. خیر همون 2 دقیقه. از بعد 5 دقیقه است. از بعد 2 دقیقه است. آها از اون بیبی آجی 45 دقیقه است. خوش به حالت. یک صلوات بفرستم. اللهم صل علی محمد. قصه بر شما بگم، این جمله یادگار بمونه در ذهن شما. خدا، پیغمبر خدا، امام زمان یا فامیل یا قوم یا هوا یا هوس، یکی از به نام زید بن حارثه، تنها صحابی پیغمبر که نامش در قرآن آمده همین زید است.
نام این صحابی پیغمبر در قرآن نیامده، فقط صحابی که نامش در قرآن آمده همین یک نفر است، زید. و تنها کسی هم که پیغمبر او را به عنوان پسر خودش انتخاب کرد، گفتی پسرم است، کی است؟ زید ابن حارثه. از پسر خوانده پیغمبر. چرا این زید ابن حارثه شد پسر خوانده پیغمبر؟ چون به این بحث ما خوب گوش کرده بود، به این بحثی که ما شما داریم خوب عمل کرده بود. آقای زید ابن حارثه یکی از اقوام بزرگ عرب بود، در نوجوانی با مادر خود سفر کرد به قبیله مادرش، یک قبیله دیگه حمله کرد و قبیله رو تارمار کرد، اینا رو به عنوان اسیر گرفت. در اون زمان رسم اسرا را مثل که الان داعش در عراق، مثل که داعش در سوریه، مثل که داعش در جاهای دیگه وقتی حمله میکنه به جای، بعد زنها رو بعد کنیزی میگیره و میفروشن. و امروز من گزارش خواندم که حداقل پارسال داعش ملعون، اونایی که به داعش افتخار میکنن، اونا رو به عنوان مجاهد میفهمن، اونا مجاهد میشدن، پارسال داعش از فروختن زنای ایزدی، از فروختن زنان سوری، از فروختن زنای عراقی فقط 30 میلیون دلار، 30 میلیون دلار درآمد کردن، انسان به فروختن. در این جاهلیت دیگه، در جاهلیت عرب قبل از ظهور اسلام اینطوری بود، وقتی جنگ میکردن کسی را اسیر میگرفتن، این زید ابن حارثه اسیر شد، در نوجوانی شد غلام، این آوردنش به شهر مکه بفروشنش. در شهر مکه یک خواهرزاده داره، خدیجه، خدیجه همسر پیغمبر سلام الله علیها، به نام حکیم ابن خزام، این تاجر است. می بازار یک بچه نوجوان خوش سیرت در بازار برده فروشا به نام زید ابن حارثه، اینو میخوان بفروشن، اینو میخرن. زید ابن حارثه از بازار قوکاز میخره و بعد میاره خانه خدیجه، میگه عمه جان، این برادرزادی حضرت خدیجه است، میگه عمه جان ما چند تا غلام و نوکر خدمتکار تازه خریدیم، هر کدامش تو پسند میکنی که بیاد خانه خدمت شما باشه. نگاه حضرت خدیجه به زید ابن حارثه که نوجوان است، هنوز بالغ هم نشده، میفته میگه من این جوان به خدمتکاری خودم میخوام. پیامبر از این شأن اسلام وقتی وارد خانه میشن، حضرت خدیجه میگن این غلام را خریدیم هدیه به شما. پیغمبر بر عزیل اعظم زید حارثه، زید ابن حارثه آزاد، منتها در داخل خانه ما به عنوان خدمتکار باشه. پدر زید که حارثه نامش هست، در فراق بچه نوجوانش خیلی گریه میکنه، تا اینکه با خبر میشه که زید ابن حارثه در مکه هست، در فلان جای میای مکه، میای مکه به سراغ ابو طالب بره، عموی پیغمبر. میگه ابو طالب خبر شدیم که برادرزادی فرزند من زید در خدمت خودش دادن، پول میخوای؟ پول میدم، تو به ساتت بگو که پیغمبر بچه بره و من برگردانم. ابو طالب با حارثه میرن خدمت پیغمبر، میگه بگو خواهش بر پیغمبر. حارثه که کافر است، مشرک است، مسلمان نشده، به پیغمبر میگه یا محمد پول میخوای؟ پول میدم، بچه مرا آزاد کن، هر چقدر پول میخوای. پیغمبر به حارثه میگه بچه این اصلا آزاده، بردن ایسی قبلا آزاد شده، حالا در خانه ما هست، جز خانواده ما هست، اگر میخوای با تو بره بره، من هیچ مشکل ندارم. حارثه رو میتونه بینن خوبه یا یک جایی هست لازم تظاهر بدون که درش بزرگ قوم است، پولدار است، سرمایه دار است. پیغمبر در دوره خیلی بد هم قرار داشت، در همین دوره حارثه به بچه خود میگه، میگه بچه جان دیگه حالا ماشاءالله جوانم شدی، بلند شو بریم که برای زن بگیرم، بعد از ما بزرگ قبیله بشی و چنین بشی و چنان بشی. حارثه یک لحظه تحمل، زید یک لحظه تحمل کرد، گفت بابا جان من خدمتکار و نوکر پیغمبر هستم، خدمتکاری پیغمبر عظیم الشان اسلام را به آقایی هر دو عالم نمیدم، با تو نمیرم. پدرش حارثه خیلی کم آمد به دلیل موجود، خب عرب بوده، غرور عجیب غریب هم داشت، بچه هم آره کم آمد، بیا بچه جان بریم که بر تو زن بدم پایی. گفت نه بابا جان، من بین تو که پدرم باشی، دنیا و زن و همه، همین نوکری پیغمبر را قبول میکنم. پدر خیلی بهش برخورد، آمد بین مردم در شهر مکه، گفت ای شهر مکه،
من یک بچه داشتم به نام زید، از امروز دیگه بچه به نام زید ندارم. به تعبیر عمو افغانی ما شما چی میگفتیم؟ آخش کردم. به تعبیر ایرانیش آقش کردم. گفت این بچه آق است دیگه، نه از من ارث میبره و نه به نام من، اصلا این بی پدر است، این بی پدر است. گفت در گوسرش نام بر دیگه نگه زید ابن حارث، این زید است، این پدر نداره. و خیلی بد بود، مثلا هر کس بگیم بابه تو کی است؟ بعد ما بیرون پدر بگیم علیه عزو بالله بعد از بگیم نفر بگیم. این برای زید خیلی سخت تمام شد. بین پیغمبر و پدرش پیغمبر رو انتخاب کرد، بین یک محیط معنوی و یک محیط فاسد محیط معنوی رو انتخاب کرد برای رشد و تربیت خود، ولی تاوان داد دیگه. خیلی بد شد، خیلی بهش بد شد. خبر به پیغمبر رسید، پیغمبر از این مشن اسلام تمام مردم رو جمع کرد، گفت که پدر از این چی گفته؟ گفت پدرش گفته که از این بچه من است. گفت این مسلمان ها از این بعد بگین زید ابن محمد، این فرزند خوانده خود است. کسی هم که خدا ره، کسی هم که پیغمبر خدا ره، کسی هم که قلب امام زمان ره، خوشی امام زمان ره بر دیگرا ترجیح بده، پیغمبرم باشه این رقم معامله میکنه. قرآن چی میگه؟ میگه کسانی که در تضاهم بین خدا و غیر خدا طرف خدا ره بگیرن، طرف خدا ره بگیرن، چه اتفاق میفتد؟ میگه 5 تا توفه بهش خدا میده. 1، میگه اگر از پدرت به خاطر خدا گذشتی، از کاسبیت به خاطر خدا گذشتی، اگر از قوم و فامیلیت به خاطر خدا گذشتی، چه اتفاق میفتد؟ 1، اولایی که کتب فی قلوبهم الایمان، ایمان بعضی از ما و شما ها قرضی است، آریه است، استیجاری است، بعضی وقتا هست، بعضی وقتا نیست. در مسجد که از خوب هم تا نماز قلقله میکنیم، خوب جای کمیل هم گیریه، باز در جایی در که میرسن وایزان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت برسن آن کار دیگر میکنن، باز خدا از خلوت هم خبر داره که چی هست. یک، ایمانش خداوند مستقر میسازه، ثابتش میسازه، ایمانش که مال خودش بشه محکم دیگه، بالا داره ایمان هست، با این بره افغانستان باشه ایمان هست، ایران باشه ایمان هست، در داخل دریا باشه ایمان هست. وقتی پاسپورت نداشت، پاسپورت نداشت، در بغلش بعضی وسوسه کردن آقا اگر مسیحی بشی زود برات قبولی میدن، مثل که الان بعضی بیدینها، لامذهبا، بیغیرتها، بیحیثیتها، بیشرفها، بیهویتها، بیریشه ها، من در داخل هایمها به مهاجرین چی میگم؟ میگن آقا بهترین رای قبولی کدام است؟ همینطوری مسیحی میشه. توف به صورت اون کسی که پیشنهاد رو میکنه و وای با حال اون کسی که دین خود را، هویت معنوی خود را، عشق به علی و اولاد علی را، عشق به پیغمبر را، این بخاطر یک پاسپورت سرخ. حالا تو بیشی تا پاسپورت سرخ بر تو بیتر دیگه. فرامرکر اعلام کرد به اسلام، که به اسلام اولی اشرافه که به اسلام بر شما شرف بلا فاصله افشیبون میادی، ولی اون سابق نه خدا گفت آن قدر بشکست آن ساقی نمان، آن قدر ریختا باقی نمان. همین جایشو میگیم دیگه، تو میدونم به برسای روز همیشه پای منبر داخل منبر میگم، جنایتی که در شب سیلویستر در کل، در هامبورگ، در دوسلدور، در دارمشاد انجام گرفت، جنایت را بخشوده نیست. سرزمینی که با مردم امن میده، پناه میده، غذا میده، نان میده، خب 4 تا آدم های دوست، من نمیشون دوست هایی که خواندن در صفحه ما، همه اعلام کردن که اکثر اینا کجایی بودن؟ سوریایی بودن و مراکویی بودن. حالا مراکویی ها نمیگه چون اکثر ارتباطات امسان پیچیده وجود دارن، گفتن از شمال افریقاست، نور افریقا. خب باید این فقط بگو از مغرب بودن، مراکو بودن دیگه، از دامشون نگفتن، مغربی بودن و سوریایی بودن. اینایی که همونجا جهاد نگاه میکردن عادت کرده بودن، اونایی که مثلا هر کار میکردن عادت کرده بودن. این داشته باشن عزیز، شما به مملکت قانون آمده، به مملکت آمده که اگر اینجا دین حرف اول نمیزنن ولی قانون حرف اول میزنن. کش چراغ قرمز باید بیستی، حقوق خودت رو بشناسی، حقوق دیگران رو بشناسی، نظم و قانون و فرهنگی کشور رو مراعات بکنی،
ولی اینجا میشه مثل جهان اسلام، میشه مثل افریقا، میشه مثل خیلی کشورهای دیگه بی‌نظم. بعد این آلمانای بیچاره باید در بدر باید برن دیگه در کره مریخ زندگی بکنن. اینکه ما شما اینجا اومدیم بخاطر نظم و قانونش هست. لذا از جایگاه دین، از جایگاه منبر با شما عرض می‌کنیم که آیت الله سیستانی فرمود، مراجع بزرگ ما فرمودند اطاعت قوانین شما که امضا می‌کنید در اون آزولانتراکتان یا در اون مثلا وقتی اون به فرصت میگیره شما نمیخوان آخرهای شما اصلا نوشته است. شما تعهد میکنید، ما تعهد بگم من قوانین کشور را مراعات بکنم. علیه صلوات بفرسته اللهم صلی علی محمد زید ابن حارثه پیغمبر را انتخاب کرد نه پدر خود. در طول تاریخ فراوان بودن کسانی که بین خدا و غیر خدا خدا را انتخاب کرده. یکیش همین آقای شیخ نمره که امشب مسجد امام حسین خواست که به یاد بود ایشان یک مجلس بگیره. خب خیلی آخونده هستن، ترسو هستن، خیلی از ملاها هستن مزدور هستن. ملاهای شیعه مزدور داریم، ملاهای سنی مزدور داریم. بخاطر یک دو زندگی با ثروت و با ممکنت دهانشان بسته است، دهانشان بسته است، سکوت میکنن. در افغانستان هست، در ایران هست، در عراق هست، در هر جای هست از این مدل آخوندهای مزدور و مرتجی در همه جا هست. تو نیست مثلا فکر کنی در یک جای هست، در یک جا نیست. ورژن‌های مختلف از این آخوندهای مزدور هست، ولیکن هستن در این میان کسانی مثل نمر، پلنگ که از مرگ نمیترسد، از سلطان جابر جائر ظالم نمیترسد، از اینکه اولادایش یتیم بشه نمیترسد، از این که 4 روز در گوشه زندان و شکنجه باشه یا سر پر کو باشه برش فرق نمی کنه. چون ما خیلی ممکنی هستیم در همین آلمان بدن با سرعال این منبر بگیم یک تظاهرات میشه یک جایی مثلا آخون می ترسه نمی در تظاهرات والا مثلا یک مشکل برای پیدا میشه. در جاهای دیگه دعاشون همه جا میگیره. روزی که مثلا روز همزیستی و روز اعلان همدردی و روز اعلان حضور مذهبی و مکتبی و معنوی ماست، بعد تو مثلا بترسی و از پشت مثلا از پشت ریلی بکنی نخواستی ما یک همشه. خداوند به بچه های ویسبادن خیر بده. در اون روز هوای سرد تا خبر شدن مسئولین مرکز امام حسین علیه السلام آمدن، بچه های دیگه آمدن، خب از قوم‌های مختلف، از ملت‌های مختلف آمدن. در اون تظاهرات هفته پیش برگزار شده بود. این کمترین وظیفه‌ای است که ما در برابر یک حادثه بزرگ که یک عالم دین به خاطر آزادی ملت خودش، ملتی که سنی و شیعه در عربستان آزادی نداره،